شنوندای عزیز، خوشحالم که بازم خدمت شما عزیز هستم. امیدوارم در هر کجا کسین جور و صحتمند بشین و دور از گزند روزگار. بازم برنامه غذاهای محلی هست و مروبابر رضایی هستم خدمت شما عزیز. امروز آمدیم به طرف زرگران موریم، در اونجا یک از خانمای تجارت پیشه که در بخش صنایع دستی بامیان کار میکنه، امروز برای از ما یک غذای مزه‌دار محلی رو پخته میکنه. تا آخر برنامه همراه از ما همراه باشین و ببینین که این غذای محلی چی هست. هم قسم گفتم در زرگران آمدیم. در زرگران اینجا یک از خانمای بسیار فعال و تجارت پیشه بامیان را پیدا کردیم. آمدیم پیش خانهش هستیم، میخواییم که بریم طرف خانهش و بینگریم که برای از ما کدام غذای مزه‌دار بامیانی را پخته میکنن. شما هم تا آخر برنامه خود را تعقیب بکنین که غذا چی هست و چگونه پخته میشه و بیشتر در کدام مراسم ها مثلا امی غذاهای محلی پخته میشد و فعلا چرا کمرنگ شده. دلایل را ما از خانم تجارت پیشه خود پرسان کردیم و شما همراه از ما همراه باشین. خب بیننده خیلی خوب و نورمند، ما فعلا هستیم کنار یک از خانمای خیلی خوب و فعال و تجارت پیشه بامیان. برای از ما غذای محلی رو معرفی میکنن که چی هسته و شروع کردیم دیگه. روغنش یعنی تقریبا آکو سرخ میشه دیگه، موادش رو باز برای از ما معرفی میکنن که کدام موادهای و امروز چی قرار پخته کنین. خب این شون لرس لیکی چیری اخو یه از خیلی از مردم های وقت است یه که بوده غذای پاپچه ها و غذای امنی عربابا بوده یه میشون لیکی چیری نام خدا بسیار نامدار بوده یه امنی غذا. خیلی خوب، یعنی امروز ما مرباب شدیم، ارباب شار شدیم، شلی کچری میخوریم. زیادتر در کدام مناطق مرویج بوده در قدیم؟ در قدیم زیادتر در مردم های غریب و چیز زیر خوردن هم کنیست و مردم های مرباب ها در خود ولایت های مرویج بوده وقتا دیگه. خیلی خوب، یعنی بین مردم هزاره یا در کل مردم افغانستان ازی پختم کنن؟ آه کل مردم افغانستان پختم کنن، مقصد والی بسیار کم شده دیگه. والی همی غذای محلی خیلی میاد من مردم نه دیگه، زوری که بوشده چیز بو همی برگر و ای چیزا دیگه. مواد های لازم شده بگین چی ضرور است در شله کچری؟ مواد او قدر زیاد چیز نیه، مواد نداره با روغن خوب دیگه، بانجان دیگه، قرود. خیلی خوب دیگه همی مواد های لازم شده، یعنی می چیزای برین روغن قرود برنج هم برنج شله باید باشه، برنج شله یعنی روغن زد. خوب دیگه دیگه قدر که زیاد مواد دکار نداری. خیلی خوب، امیال شما بر چقدر نفر آمده که گرفتین شعله؟ چقدر روغن زرد قروت؟ روغن زرد هسته نیم کلو خود، برنج هم دو کلو نیم، یک و نیم کلو روغن زرد چیز برنج دیگه. یک در آمده که یک پنج نفر گرفتیم. پنج نفر. پنج نفر. یک و نیم کیلو دوستای عزیز شله، خب همتو شله اصلی باید باشه. خب دوستای عزیز یک و نیم کیلو باید شله خوب اصلی بخاطر امزی کچری قروت باشه و یک کیلو بود یا نیم کیلو روغن زرد هسته. نیم کیلو روغن زرد هم قسم قرودم با گفته آشپزای ماهر به مقدار ضرورت و بانجان رومی و پیاز و نمک هم همون قسم است. خب
اگر یک کمی ریزش گرفته، البته کرونا نیسته، دیگه شاید صدایم تغییر داشته شد و بعض وقت اگر نتونستم سعی بعضی چیزها رو تلفظ کنم، شما دو بزرگی خود رو ببخشین. خانم احمدی اینا نترسن، مطمئنم که کرونا نیسته. خب بیره فعلا داره و می بانجانش رو سرخ مونیم که خب سرخ شد و بعد از او باز اوجهش میندازه یا خودی؟ نه برینجه میندازه. برینجه میندازه. برینجه در سر از بانجان و روغن میندازه؟ اضافه میکنم. خب نمک هم انداختیم؟ انداختم نمک. این برینج شلهی باید یعنی می قدر او شوه از سر برنج شلی؟ از اینمی دنگو اینمی قطره و باید یک نخونی خوب شوه. خود دیا کنیم کلو برنج یعنی او را کنداختیم باید سر شره همون قدره که خانم احمدی گفتن، یعنی یک نخو از اینجا تا اینجا را دیگه او باید بگیره که همون برنج شلی خب شله شوه پخته شوه. خب یه بر مده چند دقیقه میلی؟ مدد یک 20 دقیقه. 20 دقیقه. 20 دقیقه این اول ما دیگه کرو دیسی رو آماده میکنم. خاصه یک چیزی که شما پیشتر گفتین فعلا کم رنگ شده می غذاهای محلی رو زیاد مردم پختن هم کنن، دلیل چی ده چی هسته که غذاهای محلی رو فعلا مردم پختن هم کنن زیاد؟ دلیل چیه که اولی وقتا که بود کچالو دادانه نمیشناخت مردم دیگه کچالو نبود، برنج هم بسیار در سختی پیدا میشد. یک ممی خانوی بی بازار که بود یک کیلو برنج در هفته پیدا نمیتونست، از اون خاطر خورده نمیتونست. دیگه والی که هسته اونو برنج هم پرایمان فصل افتاده ما اون چیز پرایمانه دیگه والی پیدا میشد دیگه چیزو با مردم در دیگه چیزو بی آورده بخاطر که ولی وقتا دیگه اوتر چیز در مردم کلو نبود دیگه بس این خوب پیدا نمشد تمام چیز دیگه نه؟ امکانات زیاد نبوده دیگه ورد بودن مو مردم تلخان مکرد او جوشک مکرد، الوای سفید مکرد، الوای سرخ مکرد این غذایش بود که بخی ورد بود دیگه نه؟ دیگه برین میرین جوتا زیاد پیدا نمشد. در نظر شما اگر غذاهای غذاهای محلی خیلی مفید اگر بازم پس مردم جور کنن و پخته کنن یا نه امی غذاهای سردستی کال فلن؟ نه غذای وقت خیلی مفیده ولی حلوه سرخ و حلوه سفید در میتا تلخان او جشکی بود خیلی مردم با قوت بود، مردم مریض نمشد دیگه، مردم متر مریضی چیزی که نمیشناخت و یکان در زکام که میمود از زکام اندمیسی کشکه گوشت این ترا جور میشد مردم گولی مولی نبود دیگه دیگه او تون مریضی نبود که مردم ممیشه مریض میشد دیگه یک قدر کارای شاقه هم مکد نه زیاد کارای شاقه هم مکد ولی که مردم واسطه مردم پسی در دست گوشه کده دیگه گو که بود رست بگار مردم در کو یز اون بیار چپانی کو دیگه تا این کارایش کار شاقه بود ولی مردم واسطه شده دیگه مردم تمام چیزم پیدا شده پیمان شده نه ولی من میتونه که هر کس از این غذا ها بخورد پیدا میشه دیگه. خوب و همینطور چست و چالاک از ما قرود کاملا آماده شده، یعنی او شد ایرم ما اینجا میلیم منتظر هستیم که بخیر شله کاملا پخته شد و بعد از او بزیره در سر شله فکر کنم میندازن و شما هم تا آخر برنامه غذاهای محلی را از تلویزیون بامیان بیننده باشد. دوستای خیلی خوب با
بعد از 20 دقیقه انتظار شولیم کاملا آماده شده و ما در قابا میکشیم و قرود را در سرش اضافه میکنیم. خب اول در سر از باز قرود اضافه میکنیم، بعد از روغن زرد دیگه نه؟ شولیم را اینمیتر در قابا میکشیم، باز روغن زرد و قرود در سر دسترخان موتو مو بریم که هر کس مالچی بود مو خوره که نه نبود باز این بازی هستا که خوش نداره دیگه. خو خو خو. ما خیلی خوش دارم، مقصد کاش که ما همه دین جلاوه کنن. خب خیلی خوب روغن زردم، خیلی یک بوی خوب شی داره. یا اون رقم شله دیگه. بیا پناه به خدا خواب شایدم تو مزه دار بشه و من اگه سر نکدم خو دیگه قد دیگه مبارم سر سفره. شما خوش مندم که برنامه تعقیب کنین، حتما از مزهش در شما موگم. همون قسم که مواد چرا گفتیم بخیل نیم دیگه، مزیش را مگم و شما میتونین در خانه حتما درست کنین ازی. بخاطر کمرنگ شدن امی غذاهای محلی وجود داره که خانم احمدی گفتن مثلا زیادتر فعلا غذاهای خیلی خوبتر در دسترس هست و مردم از اینا پخته میکنن و این چیزا همیشه باعث شده که غذاهای محلی کم رنگ شه، ولی تلویزیون بامیان در تلاش است که دوباره غذاهای محلی را به معرفی بگیره تا این رسم و رواج‌های سنتی مردم بامیان به فراموشی سپرده نشود. دوستای عزیز خوشحالم که باز هم شما برنامه خود بیننده هستین و تا حال را تعقیب میکنین و یک تشکر خیلی ویژه از خانم احمدی که زحمت کشتن بر از ما کچری قرود را پخته کردین و یادآوری کنم در آخر که خانم احمدی تجارت پیشه است، بیشتر خودونشی یک بار توضیح بیدن در قسمت تجارت خواهم که چی چیزا را اینا به فروش میرسانن و چطور است کاروبارشان در بامیان. بسم الله الرحمن الرحیم. ما دکان تمامی چیزا تولید میکنم، مثلا گلم، نمد، کوشای نمدی، یخانای مردانه، یخانای زنانه. تجارت من بیخی خوبه، راضی هستم از سیارش. چطور است زیادتر فروش که میکنین امی چیزای سنتی و محلیه دیگه؟ یه را مردم های خود بامیان زیادتر میخرن یا نه زیادتر ترستا؟ خود مردم بامیان وقتر تولیدات خودون تولید میکنن، زوری میمان ها میخرن، ترستا میخرن دیگه. یه تولیدات از مکی هست خیلی امی چیز قدیمی داره دیگه، آثارای قدیمی خیلی خوبه. واقعا خیلی ارزنده هست، یعنی همیشه در بخش صنایع دستی هم یکی از چیزای فرهنگی از بامیان است که خانم احمدی تلاش میکنه که دوباره اینه همون فرهنگ از ما زنده بشه و امروز هم برای ما غذای بسیار خوب محلی رو پخته کردم و شروع میکنیم در خوردن. چی تا آخر برنامه تعقیب کنین و حتما هم قسم پیشتر هم گفتم قدر شما شریک مونم که مزه شید چه رقم هست دوست عزیز. خب بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا خیلی خوشمزه هست و غذاهای محلی خوبیش ازی هست که خیلی ساده و خیلی خوشمزه هست. نمیتونید در 20 دقیقه غذای محلی رو پخته کنید، کدام عوارض جانبی بگم یا صحی هم نداره. در کنارش شما از مزهش هم لذت ببرین، بسیار صحی هم است. ما یک دو پیام که دوستا کومنت گذاشته بودن در برنامه های قبلی ما رو میخونم و بعد با شما خداحافظی میکنم و برنامه بعدی ما رو حتما بیننده باشین. خب یکی از دوستا پیام گذاشتن که عجب پتری پخته کردم مادر جان، نوش جانتان. من 20 سال است که از وطن دور هستم، خدا کنه بخیر در وطن بی، یا اگر در وطن هم نمیدین در امو جایی کسی بیتنی زمینه فراهم شد و پتری بر خود خوب تیار کنی و نوش جان کنی. یکی از دوستای دیگه هم عزیز حسینی نوشته که خیلی عالی، موفق باشد خواهر جان. دیگه یکی از دوستای ما علی نوری، سلام، برنامه شما خیلی خوب است، دفعه دیگه به زحمت قتلمه یکی از غذاهای محلی قتلمه پخته کنین. انشالله حتما در تلاش هستیم که قتلمه رم در معرفی بگیریم برای شما.
علی مدد نوشته که عاشق این نان هستم، 7 سال میشه از این نان نخوردیم، خوش شما بخیر از این نان بخورین، نوش جان کنین. و اسمت نجیبی نوشته که تشکر نوربند عاقل، تشکر شما هم نوربندای بامیو یا نوربندای افغانستان هستین که بیننده برنامه خود و برنامه غذاهای محلین و همیشه هم بیننده برنامه غذاهای محلی باشین. هم قسم گفتم ما میخواییم که بهترین غذاهای محلی بامیان یا حتی اگر انشالله تانیستیم از افغانستان در شما در معرفی بگیریم تا فرهنگ سنتی بامیانی و افغانستان از بین نره و تا برنامه بعدی بدرود.